درود بر شما و پس از خبر امشب خوش آمدید. مشاور شورای امنیت ملی کشور میگوید که فرماندهان گروه طالبان به کویت خواسته شدند تا برای یک جنگ بزرگ در افغانستان آمادگی بگیرند. حالا مشاور شورای امنیت افغانستان تاکید میکنه که طالبان گروه قابل اعتماد نیستند و رئیس جمهور افغانستان هم در صورتی از قدرت کنار میره که اطمینان حاصل کنه صلح پایدار در افغانستان برقرار میشه. به گفته مشاور شورای امنیت ملی، طالبان قدرت مطلق میخواهند و تنها خواهان مشارکت کسانی در قدرت هستند که به این گروه تسلیم شوند. اما سوالی که اینجا مطرح میشه، چرا اینقدر حکومت افغانستان نگران است؟ اینکه در این مقطع حساس آنچه که بیان میشه، بحث صلح را یک طرف مطرح میکنن و از طرف دیگر اتهام های بار دیگر به طرف پاکستان زده شده، این چقدر میتونن وضعیت را دگرگون بسازن؟ از یک طرف، از طرف دیگر طرف طالبان واقعا میخواهند که کنار بیاین و به جنگ طولانی چندین ساله در افغانستان نقطه پایان بگذارن؟ آنچه را که مشاور شورای امنیت ملی میگه چقدر میتونه واقعیت داشته باشه؟ اینکه طالبان پیش باداران خود رفتن. اگر واقعا طالبان مستقل هستند، چرا کنار نمیاین با حکومت افغانستان، با گروه مذاکره کننده حکومت افغانستان؟ اما اگر وابسته هستند، چرا این مهم را اعتراف نمیکنن؟ این پرسش هایی است که در اذهان عمومی در شب روز میچرخه. اما سرنوشت جنگ و صلح افغانستان به کجا میانجامه؟ پاکستان اگر دور زده شود در این دور مذاکرات و اینچنین اظهارات در برابر صورت بگیره، واقعا بار دیگر به میزان خشونت ها اضافه نخواهد شد. واقعا منطقه تلاش صادقانه برای صلح افغانستان خواهد کرد. پس از این بیشتر صحبت خواهم کرد. تا دقایق دیگر با دو مهمانم در نخست گزارش بیننده باشین. در حالی که روند گفتگوهای صلح در دوحه متوقف است، اینجا ارشدترین چهره های امنیتی افغان درباره جنگ سخن میزنند. مشاور شورای امنیت ملی کشور میگوید که طالبان فرماندهانشان را به کویت پاکستان خواسته و برای جنگ در بهار پیشرو آمادگی میگیرند و تاکید میکند که با توجه به حرکات اخیر طالبان و پاکستان امیدواری وجود ندارد که پاکستان در روند صلح کمک کند. طالبان آمادگی عمومی خود گرفته، اکثر کماندانای خود به خانه خود به کویت خواستند برای از اینکه آمادگی برای جنگ تابستان بگیرن و به جنگ بهار بگیرن. اینی کارهایی هستند که ما را امیدوار به این نمیسازه که پاکستان در افغانستان صلح میخواه. مشاور شورای امنیت ملی تاکید میکند که هیچ زندانی دیگر طالب رها نخواهند شد، زیرا بارهای 5000 زندانی طالب خشونت ها 100% افزایش یافت. 100% خشونت زیاد شده بود. 100%. یعنی ما هیچ فایده از رهایی زندانی ها را ندیدیم، بغیر بجز از اینکه اونمو خشونت زیاد شده و کشتار افغان ها زیاد شده، ما فایده دیگر در رهایی زندانی های آینده هم نمی بینیم. در این میان ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع از آمادگی برای فصل جنگ سخن میزنند. طالبان که در حالت فرار است و در میز مذاکره حاضر نمیشه، تیم افغانستان، تیم مذاکرهش حاضر است، منتظر است. هر ځکه چې دیو پلان گذاری کوي، استراحت کوي، الته موټر بم جوړي، موږ دا حق لرو چې د خپل ځان دفاع وکړو. طالبان در حال متهم به بنبست کشانیدن روند صلح و به فکر گرفتن 100% قدرت می شوند که این گروه در تازه ترین اعلامیه عمل شدن توافقنامه دوحه را تنها راه ختم جنگ دانستند. در این اعلامیه تاکید شده باید زندانیان بیشتر این گروه از بند رها و زمینه مذاکره فراهم شود. آقایان جنرال سمر سادات رئیس دارالانشای حرکت انسجام ملی افغانستان آگاه نظامی از کابل و دکتر محمد آصف مبلغ پژوهشگر در دانشگاه آکادینیز ترکیه را از همین کشور با خود داریم. درود بر هر دو بزرگواران، ممنون از حضورتان. سمر صاحب، اگر بحث را با شما آغاز کنیم، طالبان توان گرفتن قدرت را به گونه مطلق در این مقطع دارند؟ سلام، شام شما بخیر، شام بینندگان عزیز شما هم بخیر. تشکر. متاسفانه جنگ 40 ساله افغانستان جنگ قدرت‌ها و جنگ منافع قدرت‌ها بوده و طالب‌ها در این اواخر اگه ادعای آزادی و استقلال جنگ را داشتن که برای استقلال افغانستان و آزادی افغانستان می جنگن، به خطا ثابت ساختن در این اواخر که توافقی که اینا با امریکا امضا کرد، اگر اونا افغانی فکر میکرد و به فکر ملی افغانی و به فکر ملت و مردم خود میبودن، صلاح خود را بدل میگذاشت که ما به خاطر آزادی و استقلال افغانستان می‌جنگیدیم، ولی با امریکایی‌ها به تفاهم رسیدیم، امریکایی‌ها خاک مرتر میکنن، بنابراین دیگر جنگ ما جهاد ما مشروعیت نداره، ما با قانون‌های کنار میایم. در دوران که افغانستان صدا میکرد که شما میل اجماع ملی توافق ملی را به وجود بیاریم، بریم به سوی انتخابات، ملت افغانستان هر کسی که انتخاب کرد اونو مشروعیت داره، زعامت مملکت به دوش خود میگیره و این وطن را از دهارات و بحران و بدبختی و جنگ خودی نجات بده. چنانچه که همین کار صورت نگرفته و اینا کماکان با خارجی ها و کنار آمدن و خودگیزی و برادرکشی را ادامه دادن که در این اواخر بعد از توافقنامه امریکا با طالب‌ها جنگ در افغانستان شدت پیدا کرد و خونریزی ادامه داره. همین اکنون هر روز اشخاص و شخصیت‌های موضوع اما سوالی که مطرح میشه صدر صاحب، چرا طالب کنار نمی‌آید؟ گرفتن قدرت از رای زور یا از رای جنگ چقدر امکان داره؟ این توان در وجود طالبان هست به عنوان یک نظامی، به عنوان کسی که تجربه دارین در این بخش، طالب میتونه قدرت را بگیره؟ نگرانی وزیر داخلی افغانستان هم قبلا بیان کرده بود همین مورد است. خیلی کوتاه. طالب ها خوب نسمت کردم که اونا بر منافع بیگانگان می جنگن، اونا افغانی فکر نمیکنن، فکر ملی ندارن، اگر بدرد بغم مردم افغانستان باشن، بغم ملک خود باشن، جنگ مشروعیت نداره برای افغانستان. باید اونا با مذاکرات بین الافغانی که آغاز شده بود اینا میشستن، تفاهم میکردن، اول آتش بس را اعلان میکردن، بعد روزو میرفتن به سوی میز مذاکره و بعد و شریک قدرت میشدن در زعیمی که زعامت که در افغانستان وجود داره، جمهوریت که بهترین نظام را ما داریم. بس ما روی این نیست جناب سادات، من خواستم این مورد از شما داشته باشم، طالب میتونه بگیره قدرت یا نه؟ این مورد را میخوایم از شما داشته باشیم به عنوان یک نظامی. به هیچ صورت طالب اگر بخواهی که از روی طریق زور و از روی فشار نظامی قدرت در افغانستان به دست بیاره، به هیچ عنوان موفق شده نمیتونه. به هیچ قانونمندی هم نداره که در کوشش هم همون کشوری که آمیشت هم اگر اصلاح شود، افغانها از وطن خود، از خاک خود، از سرزمین خود دفاع کرده میتونه و به هیچ صورت طالب نمیتونه از روی زور و فشار تسلط پیدا کنه کشور ما. تشکر. خوش آمدین دکتر صاحب. شما هم حکومت افغانستان نگران چی است؟ طالب در وضعیتی که نمیتونه از رای زور موفق شود و هر روز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سینه سپر میکنن، ده ها تن جان خود را از دست میدن به خاطر دفاع از همین مرز و بوم. حالا حکومت افغانستان نگران چی هست؟ این کنفرانس های مطبوعاتی که در برخی موارد تناقض هم حتی در صحبت ها میتونه پیش بیاید، چی را میرسانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، خدمت مهمان محترم شما، خدمت ملت سرافراز افغانستان عرض سلام و ارادت دارم. ببینید، همونطوری که شما فرمودید، رویکردهای نهایی حکومت مخصوصا در ماه‌های اخیر بعد از به وجود آمدن یک اداره جدید در آمریکا، امیدهای تازه به جان حکومت دمیده شد که شاید بتانه که قضیه صلح افغانستان و صلح دوحه را به نفع خودش بچرخانه و رویکرد را که امروز حکومت داره ای هست که بیشتر متحدان بین المللی افغانستان را از صلح که در دوحه قطر بین طالبان و موافقتنامه‌ای که بین طالبان و آمریکا امضا شده برحذر بداره، از اینکه اینا هنوز با گروه‌های تروریستی در ارتباط هستند، هنوز در قبال آتش بس سراسری و کاهش خشونت متحد نیستند که بعدها میتونه پناهگاه تندروان ضد منافع آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان باشه. تمام اینا را چشم امید دستگاه دیپلماسی آقای اشرف غنی به این هست که بتواند دنیا را قانع بکنه که تجدید نظر صورت بگیره بر قرارداد صلح دوحه. اما واقعیت زمین آیا چنین خواهد شد؟ من تصورم کاملا متفاوت هست با دوستای دولتی که امروز چشم امید بسته کرده به تغییرات در ساحه میدان عمل. تصور من این هست که اداره آقای بایدن به هیچ وجه خودش را دوباره درگیر قضاهای افغانستان نخواهد کرد. چارچوب اصلی صلح دوحه حفظ خواهد شد و نیروهای خارجی دیر یا زود خارج خواهد شد. منتها یک مقدار تضمین‌های لازم از گروه طالبان و پاکستان محکمتر گرفته خواهد شد. بحث رصد و کنترل به اصطلاح گروه طالبان شدیدتر خواهد بود و در این طرف هم فشار بر دولت آقای غنی بیشتر خواهد شد که به چیزایی که اونا خط سرخشان امروز قلمداد میکنن از اونا عقب نشینی بکنن، مثل بحث ایجاد یک دولت فراگیر مشارکتی. روند را که امروز ما شاهد هستیم متاسفانه یک روند سازنده نیست. از طرف آقای دولت اشرف غنی یک جبهه سازی داره صورت میگیره، مثلا با کشاندن پای آقای محقق، آقای دوستم، میخواهد به دنیای وانمود را بکنه که ما جبهه علیه طالب را تشکیل دادیم، آمادگی تام و عام داریم برای آنچه که آقای محب اشاره میکنه. طالبان تمامیت خواهی میکنن، نه مشارکتی. حکومت مشارکتی را نمیپذیرند بلکه تمامیت خواهی میکنن و مایل به کنار آمدن با کسانی هستند که به قول تسلیمی باشند برشان. فکر میکنین این ادبیات چقدر میتونه در این وقتی زمانی مؤثر واقع شود؟ به هیچ عنوان سازنده نیست. ادبیات فرصت را که برای صلح برای افغانها با وجود آمده به باد خواهد داد و نهایت ایه که دولت ضعیف و غیر سیستماتیک فعلی که ما در کابل فعلا شاهد هستیم کاری را که بتانه انجام بده ای هست که یک وضعیت آنارشیزم جدید را ایجاد بکنه که در او باز هم بازنده ملت افغانستان خواهد بود. گپی را که من میخواستم بگم این هست که اینا توجیهات هست که متاسفانه حلقه خاصی در ارگ دامن به او میزنه و ایه که ما آمادگی عام و تام برای دفاع از کشور داریم، برای دفاع از میهن داریم. این میخواه یک صبغه و رنگ میهن پرستانه بده. من تا حدود زیاد با این موافق نیستم به خاطر که منافع باندی و فردی هست و بحث منافع کلان ملی وجود نداره. در گذشته ها ثابت شده که در مخصوصا حکومت آقای اشرف غنی احمدزی چیزی به نام منافع کلان ملی، چیزی به نام به اصطلاح منافع به افغانستان وجود نداشته و یک حلقه خاصی بوده که اینا در راستای خودش جبهه های جدید را تشکیل داده و سعی کرده که امتیازهای مقطعی خودشان را بگیره. طالبان نگفته که ما در حکومت مشارکتی سهیم نخواهیم بود. طالبان حرفشان این هست که حکومت فعلی که مشروع و برخواسته از رأی مردم هم نیست که ما و شما را قبول داریم باید کنار برن، حکومت اسلامی روی کار بیایه یا اداره موقت اداره به میان بیایه که راه را باز کنه به نظام بعدی که طالبان هم در او شامل شود. تنها راهش همین هست. ببینید تمام سیاسیونی که فعلا وزن داره در افغانستان غیر از حلقه خاصی که دور آقای غنی هستند و یک حلقه جدیدی که ایشان سعی در ایجادش داره، مثل کشاندن آقای محقق در جمع خودش. اینا یک عده سیاسیون هستند که خط سیر و ایدئولوژی سیاسی مشخص ندارند و برای منافع مقطعی باندی و حزبیشان حاضر به معامله هستند و منافع کلان افغانستان را هم هیچ وقت لحاظ نکردن. اما سوالی که مطرح میشه طرف طالبان چی؟ آیا اگر این آقای غنی و رهبران حکومت کنار برن صلح در افغانستان میایه؟ این ضمانت را کی میده؟ ببینید عین این قضیه در بحث بوسنی هرزگوین مطرح بود. هیچ کدام از قضایا کنار نمی آمدن. یک فشار و یک کنترل به اجماع بین المللی میتواند تضمین کننده ایجاد یک حکومت فراگیر مشارکتی و بعد رفتن به سمت انتخابات باشه. امروز ما چه بخوایم چه نخوایم گروه مقابل ما که امروز از حد یک گروه تروریستی که آقای محب تعبیر میکنه فراتر رفته. چه بخواهیم چه نخواهیم، با به وجود آمدن صلح قطر، با مسافرت‌های سران طالبان به کشورهای منطقه، با حساب کشورهای منطقه روی اونا باز کرده، اونا فعلا به یک جبهه سیاسی فعال تبدیل شده که من تصور میکنم که حرکت‌های باندی آقای غنی بیشتر شرایط را بر ضد منافع مردم افغانستان رقم خواهد زد. ممنونتان. آقای جنرال چقدر موافق هستین با آقای مبلغ؟ به باور ما به این عقیده هستم که اگر طالب بخواهد که از طریق فشار به مردم افغانستان تصرف پیدا کند، به هیچ صورت قابل قبول در هم که شرایطی وضعیتی که ما قرار داریم و دستاوردهای بسیاری که در وطن ما شما شکل گرفته، ما با اون را قدرت دولت تسلیم بکنه و رها بکنه و باز دوباره بریم به سوی یک بحران داخلی. تجربه کردیم ما شما حکومت طالبها را در دوران حکومتی که اونا داشتن و با مردم ما شما در اینجا عملکردشان معلوم و روشن و واضح است. ما به هیچ صورت موافق نیستیم باید که اونا به تسلط پیدا کنند در آبدای کنونی افغانستان و این جبهه‌ای که دولت دارد میخواهد تشکیل به طرح جبهه را ما مشروع میدانیم به خاطر دفاع از منافع ملی، به خاطر دفاع از افغانستان، به خاطر دفاع از سیستم موجوده که ما داریم. اما آقای مبلغ چیز دیگه ای میگن. این بحث ها کلا بحث های باندی و گروهی هستند به خاطر دنبال نمودن منافع برخی افراد و اینم نتیجه در پی نخواهد داشت. اما سوالی که مطرح میشه ضمانت در کجاست که اگر آقای غنی کنار بره، سایر رهبران سیاسی از حکومت کنار برن، از جمله آقای عبدالله، و طرف طالبان به تمکین کنه و صلح به افغانستان بیاید، آنچه که آقای محب هم تاکید داره؟ به هیچ صورت کنار رفتن راه حل نیست. در اینجا حاکمیتی که موجود هست، سیستمی که موجود است، این باید حفظ شود و هر قیمتی که میشه ما به سوی بحران نمیریم و نباید بریم. و طالبها را من به این باور هستم که طالبها هنوز هم افغانی عمل نمیکنند و سفرهایی که در کشورهای همسایه ما داشتند، این سفرها هم تکتیکی بودند. اونا یک ابزار است، ابزار تحمیل شده. و آقای رئیس جمهور جدید امریکا هم اگر شما متوجه کرده باشین اظهاراتی داشت که ما در یک رویارویی با کشور چین و روسیه قرار داریم و طالب ها هم از القاعده رابط خود قطع نکردن. از این جریان فکر فهمیده میشه که آنها تجدید نظر میکنند در خروج قوای خود از افغانستان و حضور خود در افغانستان. اما آقای مبلغ دید دیگه دارن، از جمله این که ممکن موارد تغییر بخوره در توافقنامه دوحه و فشار بالای طالبان بیاید، همچنان فشار بالای حکومت افغانستان که کنار بیاین با طرف طالبان. اما فکر میکنین که این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه، این افزایش خشونت ها در سال آینده، سال پیش رو چگونه خواهد بود؟ آقای محقق از تجدید جنگ ها و ناگوار شدن وضعیت سخن میزنه. یقینا ما خدمت شما عرض کردم که حامی طالبها و طالبها نمیخواهند در افغانستان یک صلح پایدار به وجود بیاید. اونا حمایت نظامی خود را از طالبها بشارت میتن و طالبها هم پافشاری داره همین اکنون بر قوت نظامی خود، همین که به مذاکرات بین الافغانی حاضر نمیشن، گاهی آن طرف و با این طرف سفرهای دارن. یعنی معنی از این میده که تداوم جنگ در افغانستان باید باشه و ادامه پیدا کنه. از این جهات ما خوشبین بر همه پلان‌ها و عملکردهای طالب‌ها و حامیان آنها نیستیم و ما مجبورند به خاطر دفاع از کشور و تمامیت عزیز افغانستان، دولت ما و تمام نهادها و شخصیت‌هایی که در اینجا هستند به شمول آقای مارشال دوستم و آقای محقق که بیشتر دوست مردمی کردند، اینا وجیبه ملی خود بدانند که از این خاک، از این سرزمین دفاع کنند. از این جمهوریتی که نیمبند که ما داریم، همین سوالی که داریم، از این مجبورند که ما مردم افغانستان دفاع کنیم. بسیار تشکر. تمام قوای خود را علیه یک تهاجم بیگانه. ممنون. آقایان محقق و سایر افراد یا این یارگیری هایی که صورت میگیره همه به خاطر حفاظت از این کشور و دفاع از این کشور است آقای مبلغ، اما در این وضعیت فکر میکنین که تاخت و تاز یا اظهاراتی در برابر پاکستان چقدر میتونه این پرونده را به بیراهه بکشونه؟ حالا پاکستان بار دیگر متهم میشه برای حمایت از طالبان. اینکه در ظاهر قضیه هرچی هست یا در باطن قضیه هرچی هست این پشت کار، اما در این وضعیت فکر میکنین بتانه سوداوری داشته باشه؟ بسیار سوال خوبی را مطرح کردید. ببینید کسانی که دلسوز به وطنشان هستند، مجموعه های سیاسی که دلسوز به وطنشان هستند، سعی میکنند که یک موزل بین المللی و یا یک موزل منطقی را با کمترین هزینه و با بیشترین سود جمعی ختم بکنند. دیپلماسی معنایش همین است. منتها در وضعیت فعلی نهایت کار را که تیم آقای غنی میتونه انجام بده این هست که وضعیت کشدار و مریض، جنگ، خشونت، فقر، بیکاری، فساد را تا یک چند سال دیگه که اینا در قدرت باشند تمدید بکنند. اما آیا این راه حل ریشه‌ای خواهد بود؟ دولت پاکستان یک دولت مقتدر اتمی اسلامی هست که بر بخش زیاد از جغرافیای افغانستان نفوذ فکری و فرهنگی دارد. همین فعلا در پاکستان تعداد زیاد از افغان‌ها به حیث مهاجر، نسل‌های متمادی اینا در اونجا متولد شده، در مدارس اینا، در مکاتب اینا درس خوانده، در پاندونایشان درس خوانده و به عنوان یک پتانسیل و نیروی نرم انسانی پاکستان همیشه از اونها استفاده کرده و خواهد کرد. بنابراین ما تصور می است که حاد کردن قضایا با پاکستان سخن از ستون پنجم زمانی زده میشد و سایر گپ‌ها به نفع ملت افغانستان نخواهد بود. ما بر اساس منافع ملی ما باید روابط خود را با همسایه های ما و با کسانی که در افغانستان تاثیرگذاری داره تنظیم بکنیم. دولت پاکستان یک دولت تاثیرگذار بر بخشی از جغرافیای افغانستان هست. گروه طالبان یک گروه هست که واقعیت هست. امروز گزارش پژواک میگه 52% خاک افغانستان در دست طالبان هست و در زمانی که تمام نیروهای ناتو و نیروهای بین المللی در جنگ با اونا بودن، بر اساس دغدغه‌های مرزی و ارضی که پاکستان داره و نابخردی‌های بعضی از فاشیست‌هایی که در افغانستان روی کار بودند، منافع پاکستانی‌ها را تهدید کردند و اون‌ها را تحریک کردند به یک اقدام به قضایا بکنند. دخیل هست در به وجود آمدن بغرنج فعلی. من امیدم این هست که به خاطر منافع فردی و باندی باز ملت افغانستان رو در روی یک قدرت اتمی قرار نگیره، رو در روی بخش از جامعه خودش قرار نگیره. اما سوال همینجاست، وقتی که همین بخش از جامعهش که به قول طالبان خوانده میشن در حدود 98 تا 99% از رویدادهایی که در افغانستان اتفاق میفته به گفته رئیس امنیت ملی افغانستان دست داشته باشن، هرچند طالبان این موارد را رد کردن، فکر میکنین که کار به کجا میانجامه و میشه با این چنین دیپلماسی کار را به فرجام رساند در جنبندی؟ جناب آقای آریان، زمانی که در سال 2001 تمام دنیا دست به محبت به افغانستان داد و تمام امکانات خودش را بسیج کرد که شما یک سیستم ضد تروریسم بسازید، یک سیستمی که به عنوان متحد استراتژیک آمریکا و جامعه جهانی باشه بسازید، خیلی از دوستان از همین طالبان استفاده سیاسی کردن برای حذف رقبای سیاسی خودشان. من باز تاکید میکنم حذف رقبای سیاسی آقای کرزی و آقای اشرف غنی مثل شهید صلح جناب آقای شهید برهان الدین ربانی، جنرال شهید داوود، جنرال سید خیلی، مصطفی کاظمی، پرونده شهادت اینا مخدوش هست و به دست یک عده که امروز در ارگ پایه‌گذاری شده هستند پایه‌گذاری شد. امروز هم به خاطر اون منافع باندی از آقای محقق و از آقای دوستم منفعت کار به کجا می انجامه؟ کار به بغرنج شدن قضایا. ببینید اینا دنبال حل قضایا نیستن، اینا دنبال منافع باندیشان هستن و ایه که حتی اگر وضعیت کجدار و مریض و وضعیت نابسامان افغانستان 100 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، اما اینا بخشی از سیاستگران افغانستان باشه، برای اینا فرق نکنه. ممنون آقای جنرال. خیلی کوتاه اگر از شما هم داشته باشیم، فکر میکنین با همین سیاستی که حکومت افغانستان پیش گرفته و یک روز به دامن این و فردا به دامن آن، یک روز در برابر این و فردا در برابر آن، میتونه این قافله از هم شکسته را، از هم پاشیده را به سرمنزل برسانه؟ خب نخستین دولت افغانستان در رابطه با صلح اقداماتی را داشتند و ریسک را هم قبول کردند. 5000 زندانی طالب را هم رها کردند. به خاطر همین بوده که طالب ها کنار بیایند و مذاکرات بین‌الافغانی بشینند. حالا طالبان که پیش شرط گذاشتن عملی شدن کامل توافقنامه دوحه، آمدن حکومت اسلامی و رهایی 7500 طالب، فکر میکنین کار به کجا می انجامه؟ کوتاه خدمت شما میخواستم عرض بکنم و میره که دولت اقدامات را انجام داد به ارتباط صلح، ولی طالب ها کنار نمیرن. طالب ها هنوز هم پایکوبی دارن به خاطر کسب قدرت از طریق زور. به این لحاظ دولت مجبور است که از مردم خود، از سرزمین خود، از خاک خود، از وطن خود مکلفیتی به نظام را دفاع کنند دیگر. دیگر راهی وجود ندارد. راه دیپلماسی هم ما پیش گرفتیم. از کشورها سفرهای وزیر خارجه ما شما داشتند و رئیس جمهور کنفرانس های از طریق مستقیم ویدیو کنفرانس هایی داشتند. تقاضا داشتند از طالب ها که از خود دست بردارند، بیاین به میز مذاکره حاضر شوند. پس یگانه را به گفته شما همین مبارزه و ایستادگی میتونه راه حل باشه. یقینا که راه حل راه جنگ نیست. ما طرفدار جنگ نیستیم، ولی طالب‌ها هست که ما دولت را مجبور بسازند. دولت ما در حالت دفاع خود قرار دارد و همه طالب‌ها هست که حملات انجام میدن، خون افغان‌ها را میریزند. به این لحاظ دولت مجبور است که از خاک و سرزمین و از موقعیت جغرافیایی خود دفاع کند. بسیار تشکر. ممنون حضور هر دو بزرگواران، دکتر محمد آصف مبلغ و جنرال سمر سادات. لطف کردین با حضورتان. وقت شما هم بخیر. تا درود دیگر.